در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از افزایش نگرانی‌ها از یورش طالبان به سمت کابل، تظاهرات در لبنان، برخی تلاش‌ها برای دیدار مقامات ایران و عربستان و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 23 مرداد شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب از مرز 207 میلیون نفر و 4 میلیون و 360 هزار نفر فراتر رفت و تعداد افراد بهبود یافته به 185 میلیون و 700 هزار نفر نزدیک شد. آمریکا که با موج کرونای دلتا مواجه شده، هر روز شاهد رکوردشکنی آمار مبتلایان روزانه در مقایسه با 6 ماه گذشته است. فوتی‌های روزانه ایالات متحده نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. با این حال، شیب ملایم کاهش مبتلایان جدید در هند خاستگاه کرونای دلتا همچنان ادامه دارد. مکزیک نیز روز جمعه بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را شناسایی کرد. روسیه اما روز جمعه با ثبت 815 قربانی کرونا شاهد بالاترین آمار فوتی‌های روزانه خود از ابتدای همه‌گیری بود. مالزی و تایلند همچنان با افزایش روزافزون مبتلایان جدید روبرو هستند و ژاپن نیز با شناسایی حدود 19000 مبتلای جدید در روز جمعه آمار بی‌سابقه ای از مبتلایان خود ارائه داد. سازمان بهداشت جهانی در ادامه جستجوها برای یافتن منشأ بیماری کووید 19 از همه کشورها به ویژه چین خواست تمام اطلاعات خود درباره این ویروس را منتشر کنند. افزایش نگرانی ها از یورش طالبان به سمت کابل. همزمان با پیشروی بسیار سریع طالبان در افغانستان و تصرف قندهار و هرات، دومین و سومین شهرهای بزرگ این کشور، به دست این گروه نگرانی ها از یورش طالبان به کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. طالبان با تصرف پل علم، مرکز ولایت لوگر در روز جمعه به 50 کیلومتری جنوب کابل رسیده و همکنون کنترل حدود 65% از خاک افغانستان را در دست دارد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده در شرایط فعلی بسیج نیروهای مسلح در اولویت نخست قرار دارد. از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تخمین زدند کابل ممکن است طی 30 تا 90 روز آینده سقوط کند. برخی خبرها نیز حاکی از آن است که سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان به کارکنان خود دستور داده وسایل و اطلاعات محرمانه را از بین ببرند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا هم اعلام کرده افغانستان در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است که به سوی جنگ داخلی پیش می رود. این اتفاق می تواند باعث روی کار آمدن دوباره القاعده شود. در پی شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان، آژانس پناهندگان سازمان ملل از همسایگان این کشور خواست مرزهای خود را به روی مردم افغانستان باز بگذارند. تظاهرات مردمی همزمان با وخیم‌تر شدن بحران سوخت در لبنان. مردم لبنان به دلیل حذف یارانه واردات سوخت روز جمعه در این کشور دست به تظاهرات زدند و برخی معترضان خشمگین لبنانی تلاش کردند به خانه رئیس بانک مرکزی این کشور حمله کنند. بانک مرکزی لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد برای حفظ ذخیره ارزی یارانه واردات سوخت را به طور کامل متوقف کرده و از این پس اعتبارات لازم برای واردات سوخت با توجه به قیمت دلار در بازار تعیین می‌شود. تصمیمی که می‌تواند باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در لبنان شود. دولت مکلف لبنان اعلام کرده زیان‌های مربوط به حذف یارانه واردات سوخت بر منافع حفظ ذخیره ارزی می‌چربد و دولت با این تصمیم بانک مرکزی مخالف است. تلاش برای دیدار مقامات ایران و عربستان در نشست بغداد. روزنامه العربی و جدید در گزارشی به تلاش‌ها برای برگزاری یک دیدار دو جانبه میان مقامات ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست منطقه‌ای بغداد پرداخته است. عراق در اواخر ماه جاری میلادی میزبان نشست بغداد با حضور برخی کشورهای منطقه‌ای و اروپا است. این روزنامه به سفر اخیر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به ایران و دعوت از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران برای حضور در این نشست اشاره کرده است. یکی از مسئولان پارلمانی عراق نیز تاکید کرده که بغداد با حمایت و تایید آمریکا در تلاش است در قالب نشست بغداد دیداری میان مقامات ایران و عربستان به منظور ایجاد روابط بین دو کشور برگزار کند. آغاز گفتگوی دولت ونزوئلا و مخالفان. نمایندگان دولت ونزوئلا و مخالفان دولت روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات خود را در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک آغاز کردند. این مذاکرات با هدف بیرون آوردن ونزوئلا از بحران شدید سیاسی و اقتصادی است، اتفاقی که باعث مهاجرت بسیاری از شهروندان ونزوئلایی به سایر کشورهای جهان شده است. دور جدید گفتگوها با حضور کشورهای نظیر هلند، روسیه، بولیوی، ترکیه و نروژ برگزار خواهد شد تا احتمال موفقیت گفتگوها افزایش یابد.